کنفرانس ائتلاف بین المللی علیه داعش در کویت، بررسی راه‌های مقابله با داعش در سوریه و عراق. اجلاس 5+1 در لندن، بررسی مذاکرات هسته‌ای با رژیم ایران. باراک اوباما: انتخابات تونس یک نقطه عطف بود. ژنرال جان آلن میگوید شکست دادن داعش تنها نظامی نیست، باید در تمامی زمینه‌ها آن را شکست داد، به خصوص ریشه های آن را که ایدئولوژی افراطی است. شبکه جهانی بی بی سی: آمریکا بیش از 25 میلیارد دلار صرف آموزش ارتش عراق کرد، ولی زمانی که این ارتش به وسیله داعش به آزمایش کشیده شد، تبدیل به بخار شد. ژنرال جان آلن: مشکلات جدی در این موضوع وجود دارد. یک دلیل واحد که بتوان روی آن انگوش گذاشت وجود ندارد. بی‌توجهی به نیروها توسط دولت قبلی بغداد مشکلاتی به بار آورد. برخی مسائل مربوط به منابع و آموزش و تجهیز و نگهداری هم بود. اینها دلایل فروپاشی نیروهای عراقی در برابر حمله داعش است. شبکه جهانی بی بی سی: همانطور که همه قبول دارند، حملات هوایی غرب ظرفیت محدودی دارد. اگر شما قادر بودید نیروهای زمینی اعزام کنید، چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟ ژنرال جان آلن: ما به طور کلی به دنبال انجام 3 کار توسط نیروهای آمریکایی و ائتلاف هستیم. اولین کار مشاورت و کمک به آنهاست، و در نهایت ما شاهد ظهور سازمانهایی در عراق به نام گارد ملی خواهیم بود، و این گارد ملی متشکل از سازمانهایی خواهد بود که حول استانها شکل خواهد گرفت و از جمعیت همان استان عضوگیری خواهد کرد. لذا ما شاهد شکلگیری مجدد توانمندی آنها خواهیم بود. همچنین شاهد اصلاحاتی در بخش امنیت و در داخل وزارتخانه ها، یعنی وزارت کشور و وزارت دفاع خواهیم بود. ما یک طرح کامل امنیتی در دست داریم. شبکه جهانی بی بی سی: رئیس جمهور اوباما گفته است که ماموریت این است که داعش را تضعیف و نابود کنیم. ولی این به اصطلاح داعش فقط یک نیروی جنگی نیست، بلکه یک ایدئولوژی است. این یک اعتقاد است. چطور می توانید یک اعتقاد را نابود کنید؟ ژنرال جان آلن: این سوال بسیار مهمی است. تدابیری که ما در این استراتژی اتخاذ می کنیم فقط تدابیر نظامی نیست. مهمترین زمینه کار در دراز مدت در زمینه اطلاعات است. شکست دادن داعش به لحاظ فیزیکی کافی نیست. ما باید عقیده داعش را شکست بدهیم، و فقط هم داعش نیست، بلکه شکست دادن عقیده است که داعش به عنوان جدیدترین سمبل افراطی‌گری نماینده آن است. در این رابطه همه ما بایستی به هم بپیوندیم تا با علل زیرساختی که منجر به افراطگری می شود و می تواند باعث شکلگیری پدیده های مانند داعش شود مقابله کنیم. لذا موضوع فقط شکست فیزیکی داعش نیست، بلکه شکست ایدئولوژی داعش است که همان افراطگرایی است. رئیس جمهور مصر به تشدید مبارزه با تروریسم فراخوان داد و ملت مصر را به وحدت در برابر این تحریم فراخواند. رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی گفت مصر با تهدید موجودیت خود روبروست. بیش از 30 سرباز در شمال شبه جزیره سینا کشته شدند. آنها اکنون در آرامگاه خود قرار می‌گیرند. این یکی از بدترین حملات علیه ارتش مصر بوده است. یک خودروی بمبگذاری شده علیه یک موضع منفجر شد. به دنبال آن یک حمله مسلحانه علیه یک موضع دیگر صورت گرفت. این موضوع در نزدیکی مرز مصر با اسرائیل رخ داد. رئیس جمهور السیسی اعلام 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در منطقه سینا کرده است. او میگوید جنگ علیه تروریسم به زودی تمام نخواهد شد. رئیس جمهور السیسی: من دارم تمام مردم مصر را خطاب قرار می دهم. هوشیار باشید. توطئه علیه من در جریان است. تمامی این اتفاقاتی که صورت گرفته قابل انتظار بود. ما قبلا همین موضوعات را بیان کرده بودیم. ما و تمام مصری ها باید نیروهای خود را متحد کنیم تا بتوانیم با این چالش مقابله کنیم. بسیاری کشته شدند و انتظار می رود بسیاری دیگر نیز کشته شوند. این یک جنگ مهم است.
و مصر با یک جنگ مهم روبرو می شود. مقام های مصری از همان کلمه تروریسم برای کسانی که این حملات را انجام می دهند و عناصر دولت سابق محمد مرسی هستند استفاده می کنند. در گذشته یک گروه مسلح با نام انصار بیت المقدس حملات مشابهی را در سینا انجام داده بود. فعالیت های این گروه از زمان برکناری مرسی توسط ارتش مصر شدیدتر شد. مصر سربازان بیشتری را به منطقه اعزام کرده است تا با حملات فزاینده مقابله کند. جنایتکاران علیه بشریت و همدستان آنها از چنگ عدالت گریزی ندارند، حتی اگر ده ها سال هم بگذرد. محافظ مخصوص آگوستو پینوشه، دیکتاتور پیشین شیلی و همراه 9 افسر سابق ارتش این کشور بازداشت شدند. کریستیان لابه و همراهانش به آدمربایی و قتل 13 تن در دوران دیکتاتوری در دهه 80 میلادی متهم هستند. از کودتای پینوشه و ژنرال‌های همدست او علیه سالوادور آلنده 41 سال گذشته است. نام آلنده بلند آوازه‌تر و کودتاگران رسوا و مطرود تاریخ شدند. در سال 1973 میلادی و در پی یک کودتای نظامی، دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه در شیلی آغاز شد. در دوران حکومت پینوشه نزدیک به 40,000 تن به دلایل سیاسی کشته، شکنجه و زندانی شدند. پینوشه سالها تحت پیگرد قضایی شیلی بود. دولت انگلیس از استرداد این جنایتکار علیه بشریت برای محاکمه ممانعت می‌کرد. اکنون پینوشه در اوج منفوریت مرده است و دستیاران باقی مانده او یکی یکی به پای میز عدالت کشیده می‌شوند. اما نام و یاد و خاطره آلنده و یارانش در تاریخ شیلی و در قلب و ضمیر مردم آن جاودانه است. و اکنون نگاهی داریم به برخی تحولات یمن. سازمان ملل متحد بار دیگر حمایت خود را از رئیس جمهور قانونی یمن در برابر آشوبگری و فتنه انگیزی شبه نظامیان و بنیادگرایان همچون گروه حوثی اعلام کرد. تلویزیون العربیه گفت عبد رب منصور هادی رئیس جمهور یمن در ملاقاتی با فرستاده سازمان ملل متحد جمال بن عمر گفت در این مرحله حساس حمایت بین المللی از یمن حائز اهمیت است. بن عمر نیز حمایت جامعه جهانی را از دولت یمن و از تلاش‌های عبد رب منصور هادی برای پیشبرد امور مربوط به دوران انتقال اعلام کرد. همزمان با این حمایت بین المللی، اعتراضات مردمی در یمن علیه آشوبگری حوثی‌ها در استان‌های الهدیده، اب و البیضا بالا گرفته است. تلویزیون العربیه می‌گوید در مناطق مرزی استان البیضا و در استان زمار درگیری میان اشایر و حوثی‌ها شدت گرفته است. منابع محلی در استان الهدیده گفتند حضور حوثی‌ها در سواحل متعلق به عشیره التهامی باعث خشم این اشایر شده است. آنها دست به تظاهرات زدند و بر ادامه مخالفتشان علیه حضور افراد مسلح حوثی در این استان تاکید کردند. اشایر منطقه تاکید کردند با حرکات مردمی حوثی‌ها را از مناطقشان اخراج خواهند کرد. تغییر ساعت با تغییر فصل هنوز در فرانسه با مخالفت‌های همراه است. یک خوش آمدگویی به پایان فصل تابستان در فرانسه، هرچند که ممکن است باعث به هم ریختن عادت خواب برخی شود، اما یک همه پرسی که در ماه سپتامبر انجام شد نشان می‌دهد که 90% مردم فرانسه معتقدند عقربه‌های ساعت باید به عقب برگردند. این برای افراد مسن مشکل است، چون آنها عادت می‌کنند و یک ساعت برای آنها خیلی زیاد است. یک هفته طول می‌کشد تا عادت کنیم و بعد دیگر مشکلی نخواهد بود. تأثیرات این جابجایی ساعت ممکن است در تصادفات رانندگی تأثیرات منفی بیشتری داشته باشد، چون زمان ترددات و ازدحام پایان کار در تاریکی بیشتر می‌شود. این قانون برای اولین بار در فرانسه در سال 1976
بعد از بحران به وجود آمده ناشی از کمبود سوخت در جهان به اجرا گذاشته شد تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود، ولی هنوز هم با همین هدف اجرا می شود. من تفاوتی در صورت حساب برق خانه‌ام نمی بینم. اگر واقعا تأثیری داشته باشد از آن استقبال می کنم. در سال 2009 میزان انرژی ذخیره شده در فرانسه به خاطر این جا به جایی ساعت برابر 0.1% بود. لهستان یک ربع قرن پس از فروپاشی دیوار برلین چگونه است؟ در ورشو پایتخت لهستان این جوان 29 ساله که رافائل پاتلا نام دارد و راهنمای توری به نام سرگذشت ورشوست مردم را با تاریخ این شهر آشنا می کند. شهری که در جنگ جهانی دوم به دست نازی‌ها ویران شد و سپس تا سال 1989 تحت سلطه روس‌ها بود. رافائل هنگام فروپاشی دیوار برلین 4 ساله بود و اکنون می‌خواهد نسل او این تاریخ را درک کند. 25 سال از فروپاشی دیوار برلین می‌گذرد. اینجا در ورشو یادآوری دوران جنگ سرد و تقسیم اروپا به تدریج کمرنگ شده و به جای آن نمادهای پیشرفت لهستان و تبدیل شدن آن به ششمین اقتصاد بزرگ در اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد. آدام رینگر یکی از کسانی است که در سال 1989 و پس از 20 سال زندگی در سوئد به لهستان بازگشت. آدام رینگر: شبیه به رویا بود، زیرا کسی باور نداشت چنین اتفاقی بیفتد. نوعی انفجار از درون بود که تمام سیستم را در هم شکست. مردم اکنون به یاد نمی آورند که 25 سال قبل اوضاع چگونه بود. این جوانانی که اکنون همه جا فعال هستند متولد بعد از سال 1989 هستند. می توان در مورد آن دوران برایشان صحبت کرد، اما فکر می کنید واقعا درک خواهند کرد؟ اگر آن دوره را لمس نکرده باشید فهم آن واقعا دشوار است. نسل جدید لهستانی ها نسبت به نسل قبلی از آزادی بیشتری برخوردار هستند، نه فقط آزادی های سیاسی بلکه آزادی در تجارت. کامیر سبولسکی 30 ساله کارآفرینی است که 5 سال قبل در فهرست 7 تن از ثروتمندترین افراد جوان لهستان قرار گرفت. او پول خود را در تأسیس شرکت های ارائه خدمات اینترنتی سرمایه گذاری کرد و امروز مؤسس 4 دانشگاه برای تربیت کارآفرینان آینده است. برای او دیوار جدید نه بین نسل ها بلکه بین بازار آزاد و انبوهی از مقررات و مالیات است. رافائل پاتلا: نسل من اولین نسلی است که در طول 200 سال گذشته برای هیچ چیزی نجنگیده است، یعنی برای 2 قرن. هر نسلی از ما علیه چیزی جنگیده. همیشه ناگزیر بودیم برای آزادی خود بجنگیم. آزادی چیزی است که می توان خیلی زود آن را از دست داد و ما باید واقعا از آن مراقبت کنیم. به همین دلیل است که فکر می کنم باید از تاریخمان بیاموزیم. تا کنون تعداد زیادی از کارکنان بهداشتی از پزشک گرفته تا پرستار در کشورهای مختلف بر اثر ایبولا مردند. آمریکا برای حفاظت از این کارکنان دست به اقدام هایی زده است. مقام‌های بهداشتی آمریکا برای مقابله با ویروس ایبولا دستورالعمل‌های جدیدی را منتشر کردند که هدف از آن محافظت از کارکنان بخش بهداشت در برابر این ویروس مرگبار است. تا به امروز بیش از 200 تن از کارکنان بخش بهداشت که با مبتلایان به ایبولا سر و کار داشتند جانشان را از دست دادند. دکتر تام فریدن، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا می‌گوید مهمترین و بحرانی‌ترین مرحله‌ای که کارکنان بهداشتی می‌باید بسیار مواظب باشند توجه و دقت کافی به هنگام درآوردن روپوش و لوازم محافظتی است. یک حرکت نابجا، لمس ناخودآگاه پیشانی عرق کرده یا دستکش کافی است تا ایبولا قربانی دیگری بگیرد.
دکتر فریدن وجود یک ناظر آموزش دیده که بر تمام مراحل درآوردن روپوش و لوازم محافظتی از بدن نظارت و در صورت لزوم هشدار دهد را چاره پیشگیری از ابتلاع کارکنان بخش بهداشت به ایبولا می داند. همزمان ارتش آمریکا در صدد است تا یک واحد واکنش سریع ایجاد کند که هدفش مقابله با بیماری‌های واگیردار به ویژه ویروس ایبولا در صورت شیوع آن در آمریکا خواهد بود. همزمان و در آستانه جشن هالووین و برای سرگرمی، روپوش ایبولا با ملزوماتش و به ارزش 80 دلار به بازار می‌آید که منتقدان طراحی آن را جالب نمی‌دانند. اکنون دو خبر از پول دنیای ارتباطات مایکروسافت. شرکت مایکروسافت تولید تلفن همراه نوکیا را متوقف می کند. مایکروسافت بیشتر شرکت نوکیا را به قیمت 7 میلیارد و 200 میلیون یورو خریده بود. قرار است از این پس تلفن های همراه نوکیا با نام تجاری مایکروسافت به بازار عرضه شوند. این خبر از طریق صفحه فیسبوک مایکروسافت اعلام شد. تلفن های همراه نوکیا تا مدت ها یک تاز بازار بودند، اما ظهور تلفن های همراه هوشمند به ویژه آیفون و تلفن های ساخت شرکت سامسونگ، شرکت فنلاندی نوکیا را با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو کرد و آن را تا مرز ورشکستگی برد. شرکت مایکروسافت به لطف فروش لوح کامپیوتری، تلفن های همراه و ارائه سرویس کلاود کامپیوتینگ خود بیلان فصلی پرونقی دارد. حجم کلی معاملات این شرکت تا آخر ماه سپتامبر با 25% رشد به رقم 23 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. سود خالص این غول دنیای تکنولوژی 4 میلیارد و 540 میلیون دلار اعلام شده است. فروش تبلت های سرفیس 3 مایکروسافت، همچنین فروش بالای مدل های تلفن همراه لومیا نوکیا که اخیراً بخش تولید تلفن های همراه آن به تملک مایکروسافت درآمد، افزایش قابل توجهی داشتند. مشارکت بالای مردم نتیجه انتخابات پارلمانی تونس. انتخابات پارلمانی تونس با حضور احزاب مختلف برگزار شد. رئیس کمیسیون انتخابات اعلام کرد میزان مشارکت مردم حدود 70% است. حزب نهضت که در پارلمان فعلی اکثریت را دارد و حزب صدای تونس که حزبی غیر مذهبی است بیشترین آرا را به دست آوردند. دیلما روسف برای دومین بار رئیس جمهور برزیل شد. وی که با نزدیک به 52% آرا در سمت خود باقی مانده است، در نطق پیروزی بر ضرورت گفتگو با مخالفان تاکید کرد. دیلما روسف از عزم خود برای مبارزه با فساد سخن گفت. دیلما روسف در استانهای فقیر شمال شرقی برزیل از حمایت چشمگیری برخوردار است و همین باعث پیروزی او شد. رقیب روسف آرسیونیش از حزب سوسیال دموکرات شکست خود را در این رقابت پذیرفت. وی موفق شد 48% آراء برزیلی ها را کسب کند. در انتخابات پارلمانی اوکراین احزاب طرفدار رابطه با اروپا به پیروزی بزرگی دست یافتند. جناح حامی پترو پروشنکو و 4 حزب دیگر در مجموع حدود 70% از آرا را کسب کردند. پروشنکو گفت نتایج انتخابات بیانگر پیروزی قاطع احزاب دموکراتیک طرفدار اروپا و نیروهای طرفدار اوکراین است. این به ما فرصت بزرگی برای توسعه و ارائه اصلاحات می‌دهد. به این ترتیب چهره پارلمان اوکراین به طور کامل تغییر می‌کند تا با اصلاحات دموکراتیک سازگار باشد. به یسود امیدوارم ظرف 10 روز مهلت قانونی که داریم قادر به تشکیل بهترین دولت اوکراین باشیم، چرا که کشور ما با چالش‌های زیادی روبروست. اوکراین باید با تجاوزگری روسیه و اخلالگری جدایی طلبان طرفدار روسیه مقابله کند. در اساس ترین بازی هفته 9 پریمیر لیگ، منچستر یونایتد میزبان چلسی بود. دیدی دروگبا در دقیقه 53 برای چلسی گلزنی کرد، اما این پایان کار نبود و روبین فان پرسی در دقیقه 94 دروازه چلسی را گشود تا هر کدام صاحب یک امتیاز از بازی شوند. چلسی با 23 امتیاز صدرنشین انگلستان است و من یونایتد هم با 10 امتیاز کمتر در مکان 8 قرار دارد.
تلویزیون الجزیره، هیئت علمای مسلمین لبنان خواهان آتش‌بس فوری در شهر طرابلس شد. این هیئت اعلام کرد رویدادهای کنونی در لبنان به خاطر دخالت حزب‌الله در خاک سوریه است.